شاهزاده، پیام شما به مردم چیست؟ این مردم که امروز در پاسارگاد ابایی از نشان دادن صورتشون مقابل دوربین ها نداشتند و نام شما را صدا می زدند و می گفتند که ما فرزندان کوروش و صاحبان ایران هستیم، خواستار فعالیت بیشتر شما، خواستار راهنمایی از سوی شما بودند. با خودشون مستقیما صحبت بفرمایید. به نظر من هممیهنانمون نیازمند هیچ نوع آموزش یا درسی نیستن. از هر کسی بهتر وظایف تاریخی و میهنی خودشون رو میدانند و نمونهش رو امروز دیدیم. احساس دیرینه و عمیقی که به وطنشون دارن، به هویتشون دارن، به ملیتشون دارن و از همه مهمتر مسئله آزادی فکر و بیان هستش که در سایه یک شرایطی است که یک حکومت مذهبی قطعاً فراهم آورنده این شرایط نیست و اعتراض همیهنانمون کاملا مشخصه که برای دستیابی به این آزادی ها و به این برابری ها و بازگشت به یک روند ترقی و پیشرفت با برابری کامل بین زن و مرد، آزادی تمام مذاهب، برخورد کاملا برابر با هر نوع قومیت یا تفکری، همه اینا در گروه فراهم شدن یک شرایط دیگری است که فرای این حکومت فراهم خواهد شد. نکته‌ای که برای من بسیار جالب بود، خارج از آنچه که هممیهنانمون امروز نشون دادن، برخورد غیر خشونت آمیز نیروهای انتظامی بود و این مسئله بسیار کلیدی است، چون همطور که میدونید من همیشه باور داشتم که ما بایستی به شرایط آشتی ملی برسیم. همگی من جمله افرادی که امروز در لباسهای انتظامی در کشور هستند، فرزندان و نوادگان کوروش هستند. ما همه از یک تاریخچه و سرزمین بزرگی امروز این وظیفه رو به دوش داریم و به نسل‌های بعدی باید برسانیم و در اینجاست که این همبستگی ملی بسیار درخشان هست و نشون میده که نور بر تاریکی پیروز هست و هیچ نوع فاشیزمی، چه مذهبی چه دیگری، دیگر در مملکت ما جاش نیست و مردم این رو ترد میکنن. شاهزاده، یکی از نکات بسیار با ارزش که بسیار از کنشگران رو هم وادار به واکنش در همین ساعت‌های اولیه دست کم در فضای مجازی کرده، تلاش مردم برای پرهیز از شعارهای قومیتگرا یا برخورد مشخصا با مسئله عرب ستیزی در ایران بوده. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید و تا چه اندازه مهم تلقی میفرمایید؟ وقتی که من به آینده کشورم نگاه میکنم، واقعا نگران عواقب شرایطی هستم که این نظام متاسفانه کوچکترین توجهی بهش نکرده. وقتی امروز کشور ما مواجه هست با یک وضعیت بسیار وخیم از لحاظ محیط زیست کشورمون، خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، کمبود آب که شاید باعث جابجایی میلیون ها نفر در سالهای آینده باشه اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، وقتی که این گرد و غباری که قبلا در خوزستان نبود چون مالچ پاشی میشد و اجازه نمیداد که طوفان خاکی به وجود بیاد، نه فقط در اون منطقه بلکه تا تهرانش هم رسیده بود چند وقت پیشا، وقتی میبینیم این همه گرفتاری هست، وقتی میبینیم بالای 1 میلیون بچه های خیابونی در ایران مرض ایدز رو مبتلا شدن چون بهشون تجاوز جنسی شده، وقتی ما میبینیم انقدر مسائل در روبروی خودمون خواهیم داشت، اصلا وقت این رو نداریم که صحبت از سنی و شیعه یا عرب و ایرانی بکنیم. و اینجاست که بایستی به خودمون بیاییم و بگیم که ایران میتونه یک نموداری در منطقه باشه به عنوان یک کشوری که ثبات، آرامش، صلح و دوستی رو میاره با تمام ملت‌هایی که در همسایگی ما هستن و از همه چیز زودتر بایستی در داخل خاک کشور خودمون شروع بکنیم و مبارزه با هر نوع برخورد ناروایی نسبت به هر نوع گروه قومی یا مذهبی یا سیاسی یا هرچی که هست بایستی به طور کلی از بین بره در قالب تمام مشاهد و اصول حقوق بشر که به نظر من همیهنان هم کاملا بهش آگاه هستن و مسلماً این مسئله بسیار کلیدی است که ما پرهیز بکنیم از کسانی که با نیت تخریب ایران و تجزیه ایران شعارهای تجزیه طلبانه و یا شعارهای قومی راه میدازن که مردم رو گمراه بکنن و بعضی ها رو به اون سو بکشن. اینجا باستی همگی هوشیار باشیم با عنوان یک ملت یک پارچه و یگانه که در میان ما یک موزاییک بسیار وسیع داریم، ولی همگی با هویت ایرانی، با شناسنامه ایرانی کنار هم قرنها زندگی کردیم و در آینده نیز خواهیم کرد.
در این شرایط وقیم این اتحاد ملی بسیار کلیدی است. این یکی از شعارهای اصلی و پایه‌ای من بوده و از همه چیز مهمتر در قالب نحوه مبارزه، مبارزه بدور از خشونت، مبارزه که دعوت کننده هست به همکاری، به صلح، به برادری و نه به ستیز و نه به پرخاش. و در اینجا جا دارد که توجه همیهنان رو به مسئله بسیار کلیدی و مهم جلب کنم. جمهوری اسلامی اساساً بازی رو باخته. این فاشیسم مذهبی اثرگذار دیگر نیست و دنبال راهکار دیگری هستند و ترفند دیگری هستند که با سوء استفاده از افکار ملیگرانه مردم به نوعی دیگر این فاشیسم رو این بار در قالب یک نوع ناسیونالیسم بخوان جا بندازن. آنچه که امروز در پاسارگاد دیدیم نشون دهنده ملیگرایی راستین مردم هست. حواستون باشه هم میهنان، نگذارید رژیم با یه سری شعارهای به ظاهر ملیگرانه یک نوع برخورد فاشیستی دیگه رو بخوان به شما غالب بکنن در برخورد با همسایگانمون کشورهای عرب یا سایر ملیت‌ها. این یک ترفند دیگری است که رژیم به کار میگیره و یا خواهد گرفت و باعثی از همکنون بر حذر باشید و تو این تله نیفتید. شاهزاده عزیزم، امروز مردم در کنار مقبره کوروش بزرگ نام شما رو فریاد کشیدن، تولد شما رو تبریک گفتن و از شما اسم آوردن و شما رو خواستن. ابتدا بذارید یه سوال احساسی بپرسم ازتون، شاید در مقام یک رهبر سیاسی نباید این سوال رو پرسید، اما آخرین باری که کنار مقبره کوروش ایستادید کی بود؟ تصویری از شما این روزها در فضای مجازی کنار پدر گرانقدرتون دست به دست میشه و مردم زیادی همین تصویر رو دیدن. چه احساسی وقتی همین تصویر رو میبینید دارید؟ چه احساسی وقتی فیلم‌های امروز رو که در فضای مجازی دست به دست شده رو میبینید دارید؟ میخوام از احساستون با مردم کشورتون صحبت بفرمایید. در نوجوانی خب بارها من به اون منطقه سفر کردم، در شیراز بودم، پاسارگاد بودم، پرسپولیس بودم و خب طبعا هر باری که اونجا بودم به نوعی یک بازدیدی از این محل‌ها انجام میشد. آخرین باری که در پاسارگاد بودم فکر کنم مدتی پس از اون سالی که در آن جشن‌های معروف 2500 سال برگزار شد بود که فکر کنم اون موقع احتمالاً حدود 15-16 سالم بود، ولی در این مراسم اصلی که در واقع جشن‌های 2500 ساله بود اگر اشتباه نکنم اون موقع حدود 11 سالم بود و در ابتدای نوجوانی بود و یکی دو بار همراه خب پدرم بودم در مراسمی که رسمی بود که همگان دیدن، ولی بعضی وقتا در یک سری بازدیدهای خصوصی و یا نه به این اندازه مفصل بودم. و خب طبیعتاً این امروز وقتی که این ویدیوها رو دیدم و احساس همیهنانم رو لمس کردم خود به خود من رو برد به خاطرات اون دوران و اون زمان و کشوری که داشتیم و ایران که داشت تازه رو نقشه دنیا می آمد. کشوری که غربی ها از قدیم یک نگاه از بالا به پایین نسبت بهش داشتن، کشوری داشتیم عقب افتاده، کشوری داشتیم که کوچکترین پیشرفتی نداشت و ایران ما در اون سالها اومده بود واقعا وارد یک صحنه بین المللی شده بود، هویت ایرانی جا افتاده بود، ریال در بانک‌های خارجی رسما تعویض می‌شد، پاسپورت ایرانی در اکثر کشورها ویزا نمی‌خواست و یک حالت دیگری بود که وقتی امروز مقایسه می‌کنم با اینکه اصلا شما اگر اسمتون یا تو هر پاسپورتی داشته باشین، حتی یک پاسپورت خارجی، ولی بگن که در ایران به دنیا اومدید یا ایرانی الاصل هستید، یه جوری بهتون گیر میدن. چرا بایستی برنگردیم به اون هویتی که ایرانیان میتونن بهش مفتخر باشن؟ آن چیزی که دنیا دید از تمدن پارسی، از کشوری که فردوسی ها، سعدی ها، مولوی ها و خیلی ها دیگر رو به دنیا عرضه کرد، کشوری که لوحه کوروش در سازمان ملل نمودار و سمبل حقوق بشر هستش بیش از 25 قرن پیش، و امروز خوشبختانه میبینیم که فرزندان کوروش زنده هستند و پدرم آن روز گفتند که کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم، و امروز میبینیم که فرزندان کوروش بیدار هستند. شاهزاده، وقتی تصویر شما و پدر گرانقدر و فقیدتون رو میدیدم پیش خودم میگفتم که
در اون سالها شما برای ادامه سلطنت پهلوی در ایران تربیت می شدید و بزرگترین آموزگار شما شخص پادشاه فقید کشور بود که رموز مملکت داری رو به شما می آموخت. سوال برام که کنار مقبره کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری پارس، بنیانگذار ایران، چه درسی به شما میداد؟ چه به شما یاد میداد؟ برای شما چه چیزی تعریف میکرد تا به شما بیاموزه چگونه فردا رهبری شایسته برای مردمتون باشین؟ پیامی که در سیرت و در عملکرد کوروش کبیر دیدیم، به نظر من مهمترین بخشش و اساسی ترین بخشش اون جنبه حقوق بشری و برابری و آزادی مذاهب و ملل بود و این یه چیزی است که به نظر من بایستی سرمشق تمام ایرانیان باشه برای ابد و به نظر من کاملا واضحه، یعنی توضیح واضحات خواهد بود اگه بخوام چیز دیگری بگم. و این را بدانید که من از روز اول همیشه گفتم که فقط و فقط توجهم این استش که وظیفه میهنی و ملی خودم رو در این برهه از زمان انجام بدم. به عنوان یک ایرانی وطن پرست که به آزادی و به دموکراسی و به حقوق بشر معتقد هست، من هرگز برای خودم هیچی نخواستم و دنبال هیچ چیزی دیگری نیستم و آینده هرچه باشد در اون زمان وضعیت رو بایستید. تنها توجه من در حال حاضر آزاد کردن همیهنانم هست و رسیدن به آن روزی که مردم بتوانند برای بار اول در تاریخ کشورمون با یک رأی آزاد خودشون آینده خودشون رو تعیین بکنن، حکومت خودشون رو تعیین کنن، قانون اساسی خودشون رو تعیین کنن، نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن و حکومت مردم و مردم به مفهوم دموکراسی‌های مدرن و سکولار امروزی و نظام‌های پارلمانی رو بتوانیم به مفهوم اخص کلمه اجرا بکنیم. این تنها اندیشه و تنها هدف و تنها آرزوی من هست و امیدوار هستم که تمام این عشق و علاقه و انرژی که همیهنان نشون میدن به این هدف معطوف باشه. ما همه اینجا یک وسیله‌ای هستیم برای رسیدن هدف و نه خود هدف. شاهزاده عزیزم، این سوال که پرسیدم من رو به یاد حضور دو تن از دبیران اصناف فرهنگی و آموزگاران کشورمون، اسماعیل عبدی و جناب آقای لنگرودی، انداخته در مراسم همین امروز. آموزگاران آینده سازان ایران رو تربیت میکنند و به هیچ تردیدی همان گونه که پدر تاجدار شما هم آزادگی کوروش رو به شما تدریس کرده، اونها هم آزادگی کوروش رو به فرزندان فردای ایران تدریس خواهند کرد. شما نقش معلمان، خصوصا صنف معلمانی که فرزندان این مرز و بوم دست اونها امانته، نه معلمان قرآنی که امروز رسواییشون و تشت رسواییشون از بام ها فرو افتاده، نقش اونها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ برای من مقام یک آموزگار اگر بالاتر از اهمیت یک پدر و یک مادر نباشه کمتر از اون نیست، زیرا که خارج از کانون خانواده فرزندان ایران زمین توسط این افراد بار خواهند اومد و آماده خواهند شد برای یک آینده. من شاید بخوام در رأس بالاترین رده ممکن بگذارم مقام معلمین رو، این رو واقعا بهش باور دارم، چون فکر کنم یکی از مهمترین شغلها و کاریست که در کشور ما اهمیت، نه فقط در کشورمون، در هر کشوری آموزش و پرورش مهمترین و ابتداترین نکته هستش. ما بدون آموزش درست، بدون تربیت درست، بدون تحصیل درست هیچ کاری رو نخواهیم تونست پیش ببریم به هر فرم و شکلیش، به خصوص در زمینه های انسانیت، در زمینه مدنیت، در زمینه توضیح دادن نقش مهم یک شهروند و وظایف یک شهروند. و این چیزیست که امروز فکر میکنم نقش کلیدی معلمیمون هست که یک همچین پارالنی رو بگذارن بین حکومتی که الان داریم و چرا نمیتونیم این آزادی ها و این مدنیت رو داشته باشیم و چگونه میتونیم بهش برسیم، این نکات اساسی چیست، و اینها رو به خصوص بتوانن به جوانان کشور بیاموزن و یاد بدهن، برای که در آینده اگه بخوایم روپای خودمون بیستیم و حکومت خودمون رو داشته باشیم، این وظیفه مردم هستش که چارچشمی مراقب تمام جوانب کار باشن. بدون این آموزش و آگاهی اصلا نخواهیم دونست کدوم سوال رو طرح بکنیم که جوابهای صحیحی رو به دنبالش بکشونه. بنابراین کوتاه میکنم، نقش معلم بسیار کلیدی است
و درود میفرستم به تمام آموزگاران و معلمین ایران و به شهامتشون و به شجاعتشون، و بدانند که نقش اونها همطور که گفتم کمتر از اهمیت یک پدر و یک مادر و یک فرزندی است. شاهزاده عزیز، برخی از منتقدین شما اعلام میکنند که با توجه به اینکه حالا مردم در ایران نام شما رو فریاد میکشند، وظیفه شما از قبل سنگین تره و شما بایستی دست به اقدام اجرایی بزنید. پاسخ شما به این منتقدین و البته اقدام اجرایی که به مردم معرفی میکنید چیه؟ اجرا مگه همین نیست که همینانمون در عمل به پا میخیزن، حرکت میکنن، اعتراض میکنن، صدا خودشون رو رساتر میکنن، هماهنگ میشن، برنامه ریزی میکنن؟ تمام اینها علائم عملکرد مردم هست و هدف هم همین هست که ما چگونه میتوانیم تمام این حرکت های مدنی رو تقویت بکنیم، حمایت بکنیم، گسترش بدیم. و همونطوری که پیام من به همیهنانم و به سایر ایرانیانی که میخوان حمایت بکنن از همیهنانشون در سنها و بخشهای مختلف درون کشور این بوده، همینطور هم در سطح بین المللی تکیه کلام من به تمام دولتها و قانونگذاران این بوده که شما از روز اول میبایستی روی یک ملت سرمایه گذاری میکردید. مردم ایران بهترین ارتشی هستند در میدان که به دست خودشون این آینده رو فراهم خواهند کرد. شما نه نیاز به این دارید که با ایران وارد جنگ بشید، از اون ورم که دیپلماسی با این حکومت به اینجا نرسیده. تنها راهی که باقی میمونه توانمند کردن و قدرتمندتر کردن مردم ایران هست و راهش هم این هستش که تمام این جریانات رو حمایت بکنن، تقویت بکنن، پوشش بدن، و اینجوری است که کفه ترازو به سمت مردم سنگینی خواهد کرد. و همکنون هم میبینید وقتی که این نوع حرکت های هزاران هزار نفری در سرتاسر مملکت شکل میگیره، خود به خود نظام متوجه این میشه که کار داره از دستش در میره. و اینجاست که میبینیم که خوشبختانه نیروهای انتظامی برخورد خشونت‌آمیزی دیگر با همیهنانمون ندارن، چون خیلی هاشون میدانن دیگه باورمند نیستن به این نظام و بنابراین بایستی کمک بکنن و سپر بلایی باشن به همیهنانمون که بتوانن این خواستهاشون رو به کرسی برسونن. بیشتر فعالیت ها و تظاهرات نهایتا تبدیل خواهد شد به تظاهرات بسیار سراسری تر، چه کارگری چه صنفی، و اینجاست که واقعا نیروهای مدنی هستن که نهایتا قادر خواهند بود که این حرکت رو به نتیجه نهایی برسن. مهم این هست که ما یک دیسیپلین شعارهای سیاسی خودمون رو داشته باشیم که هدف چیست. امروز ما بایستی همطور که سالهای سال گفتم، امروز فقط به فکر اتحاد باید باشیم، اتحاد برای رسیدن این هدف دیرینه حکومت مردمی است. و آنچه که بارها توضیح دادم، البته فکر نمی‌کنم این نظر خود من باشه فقط، ولی تنها جایی که ایران و ایرانی میتوانند به دموکراسی راستین دست پیدا بکنند در گروه بودن یک حکومت سکولار پارلمانی خواهد بود. و من کار ندارم امروز که چه کسانی طرفدار نظام جمهوری هستند یا طرفدار نظام پادشاهی هستند، چپ هستند یا راست هستند یا میانه رو هستند. امروز ما به عنوان یک ملت متحد با یک شعار واحد ملی و رسیدن به آزادی و حقوق بشر هستش که بایستی حکومت فاشیستی و دیکتاتوری مذهبی رو سرنگون بکنیم و به جاش حکومت واقعی مردمی جایگزین بکنیم. این تنها رسالت و وسیله همگی ما هستش. من همیشه این نقش رو در سطح و توان خودم انجام دادم. امروز این حرکت محتاج امکانات بسیار وسیع‌تری است از هر لحاظ، و همه باید به خود بیایند، چه به دست خودمون چه به هر کسی که اهمیت این تغییر بنیادی رو در منطقه و در کشور ایران درک میکنن و متوجه میشن و خواهان حمایت و کمک آنها نیز باشیم. برای این حرکت بسیار پیچیده است، کاملا شدنی است، به شرطی که اولویت ها رو فراموش نکنیم و از تمام امکانات لازم برخوردار باشیم. شاهزاده، 7 آبان 1395 حامل پیام مهمی برای مردم دنیا و رهبران سیاسی دنیا هم هست. این پیام رو که مردم ایران از کنار آرامگاه کوروش بزرگ مخابره کردن، شما چگونه به گوش رهبران جهان خواهید رسوند یا چه ترجمه ای از اون رو برای دیگران دارید؟ تصویر بسیار واضحه. به نظر من رسانه‌ای تر شدن این صحنه هایی که مشاهده می کنیم در رسانه های بین المللی، در مطبوعات بین المللی یا در فضای مجازی کمک خواهد کرد به این اطلاع رسانی. و مهم این هستش که
عمق مطلب رو بیشتر درک بکنن که خواسته بنیادی مردم ایران چی هست. از این تظاهرات دنیا بارها در ایران دیده، حالا از ترتیب اثر بهش ندادن یا پشتش رو نگرفتن اون بحثی جداست. از زمان آقای خاتمی یادم میاد، اولین نهضت دانشجویی و همینطور در زمان جنبش سبز و امروز این تظاهرات همیهنانمون در پاسارگاد و در جاهای مختلف مملکت هر روز و این کمپین شورای ملی در ارتباط با آزادی تمام زندانیان سیاسی که خوشبختانه همیهنانمون نسبت بهش عکس العمل مثبتی نشون دادن، تمام اینها نمودار اقدامات و عملکرد همیهنانمون هستش که طبیعتاً باستی در این مورد تبلیغات بیشتری میشه تا جهانیان متوجه این بشن که مردم ایران در کجای کار قرار گرفتن. و این به نظر من هر کسی به هر طریقی که میتونه این رو بیشتر اطلاع رسونی بکنه خب کمک خواهد کرد برای جا انداختن این موضوع به خصوص در رده تصمیم گیران مهم سیاسی بین المللی و دولت‌های مختلفی که امروز ناظر و شاهد این تحولات منطقه ما هستند. مسئله ایران بسیار کلیدی است و خیلی عمیق‌تر و مهمتر و اساسی‌تر از توجه خاصی که جهانیان فعلا به مسئله داعش دارند و وضعیتی که در سوریه و یا در عراق هست. و به نوعی فکر کنم جمهوری اسلامی توانسته زیر جلکی خودش رو به کنار بکشه و توجه نسبت به این مسئله رو بیشتر سوق بده. اون وظیفه ما مردم ایران هستش که به دنیا یادآور بشیم که کلید حل مشکلات برمیگرده به ایران و پشتیبانان این حکومت و به خصوص نقشی که روسیه در ارتباط با ایران داره، و به دنیا بگیم که مردم ایران تکلیفشون از این حکومت و سایر بازیگرانی که دنبال این هستن که دائما این منطقه رو به بحران بکشن، از یمن گرفته تا لبنان و از ونزوئلا گرفته تا جاهای دیگر دنیا، و اصلا دیدگاه و خواست مردم ایران چیز دیگری است. این رو باید کشورهای منطقه کاملا درک بکنن، کشورهای کلیدی مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده، مثل کویت، مثل مصر و کشورهای مثل اسرائیل، مثل ترکیه که در همسایگی ما هستند، و همینطور کشورهای عمده اروپا و خب صد البته آمریکا که البته توجهش الان روی انتخابات خودشون هست، ولی امیدواریم که در آینده نه چندان دور یک سیاست جدیدتر و بهتری رو ببینیم که تفاوت فاحشی داشته باشه با این 36 سالی که 37 سالی که گذشته و نوع برخورد و سیاست خارجی رو که نسبت به منطقه و به خصوص نسبت به ایران ارائه دادن. تمام اینها جزء معضلات و مسائلی هستش که بایستی دنبال بکنیم و امیدوارم که بتونیم این کار رو همگی با هم به پیش ببریم و هماهنگ‌تر و بهتر و موثرتر عمل بکنیم. مردم کشورمون شعار میدن کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست. فکر میکنید چه وظیفه‌ای بر دوش فرزندان کوروش و صاحبان ایرانه؟ یادشون نره که این هویت و این عشق و علاقه به میهن هستش که موتور اصلی و قلب اصلی بدنه کشور هستش. وقتی که شعر معروف میگوید چو ایران نباشد تن من مباد، یعنی در واقع هویتمون و کشورمون نیازمند هر دوتاست. کشور داشتن و هویت داشتن باعث این هستش که بتونیم یک ادامه حیات داشته باشیم به عنوان یک ملت، و هیچ کشوری بدون یک ملت بیدار نمیتونه تداوم یا موجودیتی داشته باشه. خیلی تمدن‌ها از بین رفتن چون ملت‌ها وارفتن، ولی خیلی تمدن‌ها پا بر جا ماندن چون ملت‌هاشون زنده ماندن و منحرف نشدن یا تجزیه نشدن یا از بین نرفتن. و اینجاست که می‌بینم لازم نیست اصلا کاری در این مورد انجام بدهیم. بهترین نمودارش همین عکس‌العملی است که امروز همیهنانمون نشون میدن و نیاز به توضیح بیشتر یا توصیه بیشتری نیست. همین راه رو باید ادامه داد.
همین انرژی و همین احساس وطن پرستی و عشق به میهن هستش که دلها رو زنده نگه میداره و امید رو نسبت به آینده زنده نگه میداره. ما 80 میلیون نفر امروز کشورمون جمعیت داره، این شوخی نیست. و در مقابل این 80 میلیون نفر فکر کنین چه درصدی هستن افرادی که ضدیت دارن با این خواسته؟ بسیار کم، و روز به روز تعدادشون هم داره کمتر میشه. بنابراین من شکی ندارم که همیهنانمون در رسیدن به این آرزوشون پیروز خواهند بود. آنچه که این حرکت رو تسریع خواهد کرد، باز تکرار میکنم، توجه کردن به اولویت هاست و فراموش نکردن این هستش که خواسته مشترکمون بسیار بیشتر هستش تا هر نوع اختلاف نظر یا سلیقه‌ای که ممکنه بینمون باشه، و بایستی رو این مهم پیش بریم و محوریت اصلی این حرکت رو همچنان نگه داریم. هدف مشخصه و ساحل رو کاملا میتوان امروز دید. فکر کنم جریانات به سمت درستی داره پیش میره در کشورمون، منتها حواسمون باید جمع باشه همطور که قبلا اشاره کردم، و اجازه ندهیم که کسانی که سعی در این دارن که ایران رو متلاشی بکنن، بیشتر عوامل خارجی رو در این مورد دارم اشاره میکنم، و یا خود حکومت که باعث و بانی این نوع برخورد زننده تحقیرآمیز نسبت به گروه های مختلف قومی یا مذهبی کشورمون داشتن، این به حساب حکومت هست نه به حساب مردم. و این پیام و شعاری است که همیهنانمون امروز باید به یکدیگر بدهند. کسانی که اونجا جمع هستن قطعا از همه گونه جریانات بودن، فارس، ترک، عرب، کرد، بلوچ و غیرزاله و همطور از مذاهب مختلف. اصلا ملت ایران همیشه این چنگانگی رو داشته، ولی یک پارچه مونده در قالب یک نظام دولت ملت، و بنابراین فکر میکنم این همین چیزیست که ایران رو حفظ خواهد کرد. متا ایران یک نقش بسیار مهمی در منطقه خواهد داشت و میتونه عامل اصلی ثبات باشه در منطقه، همونطور که دیدیم قبل از پدید آمدن این حکومت شوم ایران در چه جهتی داشت پیش میرفت. هر روز وضع مردم ایران بهتر میشد و وضع منطقه هم رو هم رفته بهتر داشت میشد علارغم یک جنگ سرد. ولی امروز میبینیم که از زمانی که این حکومت پایگذار شد کل منطقه در بحران بوده و همچنان خواهد بود، و این در دست مردم ایران هستش که آینده رو ترسیم بکنن. و از همه مهمتر باز قبل از هر چیزی متکی به خودشون باشن و یک پارچگی خودشون رو نشان بدن. و من شکی ندارم که این اراده و این عزم و این اتحاد و این شعارهای همبستگی تاثیرگذار خواهد بود در تمام کسانی که مسائل ایران رو امروز از خارج دنبال میکنند، و قطعا تاثیر خواهد گذاشت در تصمیماتی که خواهند گرفت از نظر سیاست خارجی خودشون در نحوه برخوردشون با مسئله ایران. امروز ما بایستی مردم ایران رو فاکتور اصلی بکنیم، نه حکومت نظام جمهوری اسلامی که ورشکسته، پوسیده و در حال از بین رفتن است. شاهزاده عزیزم، شعارهای عامیانه مردم در حمایت از سکولاریسم رو میشنویم. من مشخصا سوالم این هست، آیا میشه حرکت امروز رو به جنبشی مدنی تبدیل کرد، مثلا جنبشی تحت عنوان جنبش پاسارگاد، و این حرکت ملی رو استمرار داد برای شناخت درست از هویت ملیمون، از حرکت اجتماعی که مردم دارن، و آینده‌ای که کاملا هدفمند باشه برای رسیدن به همون انتخابات آزادی که از نخست شما نامگذاری کردید؟ عملا هست. من فکرم دست به ترتیب جریان نباید زد، به شکل طبیعی داره پیش میده. این استعداد، این ذوق، این ابتکار عمل رو کاملا در میان همیهنان هم به خصوص میبینیم. بیشتر چهره های جوان هستن و این مایه خوشبختی است که واقعا یک نسل کاملا بیداری هستش که تمام این فراز و نشیب ها رو طی کردن و راه خودشون رو دارن روز به روز بهتر و مشخصتر پیدا میکنن. ابتکار عمل رو به دست خودشون واسه گذار کرد. به نظر من نیاز به هیچ که آموزش یا توجیهی نیست
خوب میدانند چه میخواهند. وظیفه اصلی توانمندتر کردن این حرکت هاست و اینجاست که باید به عناوین مختلف کوشا باشیم که هر چقدر میتوانیم بیشتر بتونیم حامی این فعالین باشیم تا بتوانند کار خودشون رو بهتر به پیش ببرند. خب این پیام مردم ایران مشخصا برای شماست. اجازه بدید که انتهای مصاحبهمون با این شنیدن این گفته مردم ایران و با لبخند و شادی باشه. تولدتون مبارک. من هم اجازه میخوام همزبان با صدای مردم ایران تولد شما رو پیشاپیش، تولدتون دو روز دیگه 9 آبان، تبریک عرض کنم. سپاس از همگی و از همیانان عزیزم و این واقعا شاید یکی از بهترین هدیه هایی بود که سالهاست نداشتم. همین پیامی که امروز همیهنانم به صدای بسیار خودشون مخابره کردن و واقعا از صمیم قلب از همشون سپاسگزارم.